هر یک دویم ساکنی تاجیکستان در مهاجرتی مهنتی بودند. ترکمنستان شهروندان سین و سالشان از چلپائین را به خارج عزیمت کنی باز می دارند. حمله روی راست از جانب افغانستان به کشوری تاجیکستان وجود ندارد. قرغیزستان در باتلاق قرض قرار دارد. رحمان بازگشتی دانشجویانی در خارج تحصیلات دینی گیرندگان را طلب نمود. چطوری که آماری پرسیش نشان داد، اعضاهای از نصف بیشتر آیله‌های تاجیک حدی اقل یک بار برای مزدی مهنت به خارج سفر نمودند. چون این معلومات ها را دیرکتور مرکز تحقیقاتی شرق سعادت علیمه و تقدیم نمود. مهاجرتی از کوهستان بدخشان هر آینه دوران دراز می باشد. از ولایت های سوخت، خطلان و تابع مرکز باشد، موسمی بوده در یک سال 6-10 ماه با برگشتن در فصل زمستان مشاهده کرده می شود. از معروضه علیمه و اقتباس می آورد آجانسی ازیا پلوس. چون این حالت را با دسترس بودن نقلیات و وضعیت اقتصادی منطقه معنی داد کردن ممکن است. ولایت مختار کوهستان بدخشان در جنوب شرق تاجیکستان جایگیر بوده، یکی از کم بی‌ذات ترین منطقه با نشان دادی بلندی بیکاری در جمهوری به حساب می رود. حمایتگران حقوق قید میکنند که وقتهای اخیر شماره دپورتاسیا شدگان از روسیه برای ویران کردن قانونهای مهاجرتی با سبب پرزش شدن ترتیبات استقامتی برای شهروندان تاجیکستان افزایش یافته است. چطوری که خبرنگاری رادیو آزادی از منطقه اطلاع می دهد، سنه 25 ایون ساکنان شهری دشاگوز در خدمات مهاجرتی شهر درک یافتند که 39 سال شهروندان ترکمنستانی به خارج سفر کننده از 30 به 40 افزایش یافته است. طبق اطلاع کارمندان خدمات مهاجرتی، به آنها از بالا فرمان شده است که من بعد شهروندان از 39 سال 40 پایین به خارج سفر نمودن منع کرده می شود. با سوالی سبب چنین تدبیرها در چیست، گفتند که در ولایت شخصانی کارشایم نمونده است. باز ایلاوه نمودند که اگر همه شما به خارج روید، در اینجا کی کار میکند؟ میگوید ساکنی 36 ساله ناحیه سفر مراد ترکمن باشی. جالبی دقت است که در خصوص منع شدن عزیمت از کشور حکومت ترکمنستان رسما اعلان نکردند. اینچنین وسایط اخباری عامه کشور نیز در خصوص محدودیت 39 سال عزیمت کنی از کشور به خارج اهالی را آگاه نمی کنند. علاوه بر این به خبرنگاران معلومات ها آمده است که شهروندان ترکمنستانی به خارج خواهش عزیمت کنندگان به مشکلی ها دوچار می گردند. نزدیکان هم نمی توانند از ترکمنستان به خارج برای استقامت دائمی عزیمت کنند. شخصانی سال خورده با همراه فرزندان و نبیرگان با نقلیات خواستند مرزی ترکمنستان و قرغیزستان را عبور نمایند، ولی برای عبور نمودن مرز آنها یک شبانه روز در هوای گرم بدون خوراک و نوشاب باز ایستادند، میگوید یکی از ساکنان کشور. جامعه شناسان قید میکنند که از نصف زیاد اهالی ترکمنستان شخصانی هستند که از 39 سال 40 پایین میباشند. تاجیکستان با دقت فعالشوی گروه های مسلحی بیرون از اطاعت کابل را بواسطه نزدی مرزهای خود پیگیری داشته، آید به تحکیم حفظی بعضی قطعه ها تدبیرهای پیشگیری کننده می اندشد. اظهار داشت به ازیا پلوس کاتبی مطبوعاتی سرایاست قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مایور محمد الخاجایف. وضع در نزد مرزهای خود را به خصوص در سمت‌هایی که جمع‌شوی زیادی شخصان مسلح شامل به سازمان‌های گوناگون افراط‌گرا و تروریستی به مثل حرکت طالبان و دولت اسلامی به مشاهده می‌رسد. ما دقیق کارانه پیگیری داریم، تاکید داشت مایور الخاجایف. با گفته او امروز برای به مرز با افغانستان سفر بر نمودن نیروها، اسلحه و تکنیک ایلاوگی هیچ ضرورتی وجود ندارد. نیرو و واسطه های عمل کننده در سرحد برای پاسخ مناسب به کوشش های عبور غیر قانونی سرحد دولت تاجیکستان کافی است، قید کرد نامبرده. имею в виду прежде всего борьбу с экстремизмом и терроризмом. в
центре внимания ОДКБ должно оставаться наращивание тесного взаимодействия с Афганистаном. Сиёсатмадорон қайд мекунанд ки бо ин баёнотҳои аз ҷониби Русия дода шуда, ки гӯё вазъият дар марзи кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Афғонистон муташанниҷ аст, беасос мебошад. Баёнотҳое ки аз ҷониби Русия мунтазам дода мешавад, ки гӯё хатари ҳамлаи гурӯҳҳои мусаллаҳ аз ҷониби Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ арзи вуҷуд дорад, бо мақсади дар минтақа боқӣ мондани ҳайати низомии худ барои таъмини амнияти минтақа мебошад. سروزیر جمهوری قرغیزستان محمد کلی عبیلگزیف به ساکنان کشور مراجعت نموده است که برای ادا نمودن قرض خارجی کشور کمک نمایند. عین زمان باشد قرض خارجی قرغیزستان 60% از مجموع محصولات داخلی یا اینکه 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. قرض دولت روز از روز با سرعت تیز افزایش می‌یابد. تنها از چین کشور قرغیزستان 2 میلیارد دلار قرضدار می باشد. عبیلگزیف پیشنهاد نمود که حساب مخصوص کشاده شود و شهروندانی که خواهش دارند برای کمک به کشور کنند به حساب زیرین مبلغ گذاری نمایند تا اینکه قرض دولت ادا کرده شود. Месяца три назад Таджикистан вынужден был отдать Китайской Народной Республике 1400 квадратных километров. Читаврики ки коршиносон пешгӯӣ мекунанд, ҳолати мазкури иқтисодии Қирғизистон метавонад кишварро ба ҳолате орад ки активҳои стратегии худро, ҳатто минтақаҳои худро низ бифрӯшад. Читаври ки бо Таҷикистон соли 2013 роҳ дода буд. Дар он замон режими Раҳмон зиёда аз 1000 километр заминҳои марзро ба Чин дода буд. اقتصادچیان بران عقیدند که قرضهای خارجی اسلوب است که کشورهای ابرقدرت مستملکه داری با آن برای کشورهای خرد را از خود نمودن و نفوذ سیاسی و حکمرانی اقتصادی خود را در آنجا استوار کردن داده می شود. غیر از این قرضهای مذکور هرگز رایگان داده نمی شوند و در آن ریبا موجود است که از گناه های عظیم به حساب رفته به مسلمانان گرفتن آن جایز نیست. То территория по нашей территории будут и идти коммуникации, экономические коммуникации Китая, да, и соответственно Китай заинтересован, чтобы رئیس جمهور رحمان با سفری رسمی خود در ولایت سغد یک بار دیگر از نزدیکان و والدین جوانان طلب نمود که جوانان را از خارج به وطن برگردانند. امروز ها 715 نفری که در خارج تحصیلات دینی غیر قانونی می گرفتند، 687 نفر به وطن برگردانیده شدند. 81 نفر ساکنان ولایت هنوز در خارج تحصیلات غیر قانونی دینی می گیرند. می نویسد خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور. اینچنین رحمان از خدمات های حفظ حقوق، رئیسان شهر و ناحیه های ولایت، از جماعت های دهات، از والدین و فعالان طلب نمود. نسبت شهروندانی که در خارج تحصیلات غیر قانونی دینی می گیرند، چاره های جدی بیندشند. اینچنین رحمان علاوه نمود. در طول یک سال و پنج ماه در قلمرو ولایت 8 از 7 هزار جنایت آشکار کرده شده است. از آن جمله 500 جنایت با تروریسم و اکستریمیسم وابسته بوده از سال گذشته دیده زیادتر می باشد. در نتیجه گذرانیدن عملیات های فوری جستجویی در قلمرو ولایت 275 اعضاهای جماعت های تروریستی و اکستریمیستی با جوابگری جنایی کشیده شدند. برای علاقه داشتن به تروریسم و اکستریمیسم 715 نفر در جستجو قرار دارند. مثلا با جوان ها من دخل دارد، جوان دختران بود بیشتر. من در خیابان ها و کوچه های شهر دوشنبه میبینم لباس های بیگانه برمیکنند و جلوان کرده میروند. افتخار بود. چی هست؟ چی هست؟ یادرست میکنیم که امام علی رحمان در تاجیکستان مرحله به مرحله چاره های از قدریت های دینی بازگشتن مردم را عملی نموده استاده است و منع تحصیلات گیری دینی در خارجه این یکی از چنین چاره های طرح‌ریزی او می باشد. ولی به عقیده کارشناسان چنین است که به دین برگشتن در تاجیکستان روز از روز افزایش یافته و قسم زیادی اهالی از ایده های سکولاریسم از جانب مستملکه داران روز تلقین شده را انکار نموده با قدریت های اسلامی یک زمان ها گم کرده بودند
نویل می‌گردند.